اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجور که تو ذهنمه از ادله خاصه استفاده شده، ما علی، یعنی از اطلاقات بعضی روایات، اینجور تو ذهنمه که ما علی یعنی بیهوش. بیهوش اسمش خواب نی. میدونم هم نه میدونم همینجور که مغمى علیه و مجنون فرق میکنه، نوم و مغمى علیه فرق میکنه. همین نه، من تو ذهنم الان اینجوره که این از بعضی عمومات استفاده شده، مغمى علیه، گذشته از اینکه ظاهرا اجماع برش هست. آره خواه، بله بفرمایید. نسبت به شخصی که تو منطقه زندگی میکنه که پول رایج اون منطقه دلار نیست، مثلا سرمایه شو با دلار حساب میکنه، تو میگه مثلا اگه تومن حساب کنم سال بعد افزایش قیمت میکنه و باید خمس بیشتر بدم. بله، میاد با دلار حساب میکنه، سال بعد هم نگاه میکنه مثلا مخمسش از اون پارسالی بیشتر نیست که بخواد خمس پرداخت کنه. این کار جایزه؟ واقعش اینه، ببینید ما هستیم و موضوع در خمس الفائده است. حضرت فرمودن هی والله الافاده تو یوما به یوم، الفائده یه رجل، خلاصه سود که به ترجمه فائده میشه سود. این بهش میگن سود برده یا نمیگن. یه وقته توی اون قریه، تو اون شهر معامله با این پول، خب نمیگه سود بردیم. یه وقت نه، معامله با یه پول دیگه است، این با این پول حساب میکنه که با پایین و بالا شدنش کمه. نه، این قبول نیست. خلاصه اگر معامله متعارف با این پول عیبی نداره. وقتی عرفن نمیگن که فائده برده، اما اگه معامله متعارف با یه پول دیگه است و اون پول پایین و بالا میشه، این با این پول دیگه معامله میکنه که پایین و بالا شدن نداره یا کمه، مشکله. چرا؟ اینم یکی چه؟ اینم یکی از عموماته. بله، تو ذهنم اینه که این از این اطلاقات و عمومات استفاده شده، گذشته از اینکه ظاهرا اجماع در مسئله هست. در طرق سبوت هلال مواردی رو فقها مطرح کردن، رؤیت مکلف، تواتر، شیعه یکم بگن، بعد دنبالش یه مسئله هست که هلال ثابت نمی شود به خبر هرد مقاهد ولو مع زم الیمین. زم یمین که در دیونه، در اینجا که خب همین یه چیزی که مسلمه ذکرش کردن دیگه. آخه نه در اموال زم یمین کافیه، خاصن بگن این مثل اون نیست. نه یعنی اگه یک عدل واحد گفت من ماهو دیدم، قسمم خورد، فایده نداره. همین میخواد بیان این بکنه، بگن دلیل گفته که عدله، این یعنی حجت ها. مسئله هلال یکی از موضوعات دیگه، شارع براش احکام قرار داده. اگه شب سیوم ماه گذشته ماه دیده نشد، استصحاب همون ماه میشه. اگه ماه دیده شد، وقت ماه جدید میشه، احکام ماه جدید را داره. وقت این که دیده میشه یا نمیشه مثل موضوعات دیگه است. ولهذا من یه وقت عرض کردم حتی قول اهل خبره اگر اختلاف نباشه، اگه اهل خبره اختلاف کردن، یه تقویم گفت این شب ماه دیده میشه، یه تقویم گفت دیده نمیشه، مثل همه جایی که اهل خبره اختلاف کنن تعارض میکنن، تساقط میکنن. چه در
در بعضی از نسخ به جای عدل عدول اومده یا در بعضی از نسخ بیانات عدل اومده. خب همین میدونم فایده نداره. خیلی در یک نقل از معصوم علیه السلام دو جور نقل شد دیگه فایده نداره. تعارضه. اگه دو تا بیانه بود تساقط میکرد دیگه، چه برسه این که از بیانه کمتره. بله. خب در ها بله ببینید. بله. بله ببینید در هلال ما تو ما این ده ماه حتی ماه ذی‌الحجه دلیل خاصی نداریم که این موضوع هلال با چی ثابت میشه. ما هستیم عمومات مثل موضوعات دیگه. فقط در ماه مبارک رمضان و ماه شوال روایات متعدد داریم، روایات متواتره، حالا یا تواتر معنن یا تواتر اجمالن داریم که باید دیده بشه. لذا این خصوصیت را در ماه رمضان و ماه شوال قائل میشیم، غیر ماهای دیگه، حتی ماه ذی‌الحجه که درش حج هست. اون که نه، اون مسئله تقیه است. نه یعنی من خواهم بگم ماه ربیع الاول و ماه ذی‌الحجه فرق نمی کنه، موضوعه. اگه گفتیم با قول عدل واحد ثابت میشه، میشه. اگه گفتیم موضوعات با قول ثقه حتی عدل نواشه ثابت میشه، میگیم میشه. چرا؟ اگه احراز شد اینی که شما با شاید گفتید، شایدش اگه برداشته شد محرز بود، درسته، فرمایش درسته، قبوله. اما وقتی که شاید شد قاعدش اینه که فهم خصوصیت ها میدونم از اینها انما استفاده. اگر شک کردیم باید بگیم در حکم انماست ولو انما نداره. ببینید چون فهم عدم خصوصیت این فهم میخواد که محرز باشه که این خصوصیت نداره. اینجور که شما میفرمایید، شما با شاید فرمودید، با شاید فایده نداره. بله. نه اصل خصوصیته. فهم عدم خصوصیت اون قرینه میخواد. ببینید اگر ما شک کردیم یعنی با شاید گفتیم کافی نیست. بله بله. خب میدونید در ما مفهوم لازمه عدم فهم عدم خصوصیت. میبینید اگه این فهم عدم خصوصیت نبود شاید شد، قاعدش نمیگم در حکم مفهوم، یعنی مفهوم میخواد. چرا نه؟ چرا نه؟ مگر فهم عدم خصوصیت؟ آخه چرا اینقدر تأکید کردن؟ باید فهم عدم خصوصیت باشه. وقت اگه این نشد و شاید شد، شاید کافی نیست. شاید از این صحیحه حلبی هست رو استفاده کنید که آقای امیرالمومنین روی صدا فرمود ابن لا عجیز و فی الهلال الا به شهادت رجلین عدلین. خب اینم یکیش، اینم یکیش. عیبی نداره. فقط این که فرمودید که فقهام همه فرمودن و هیچکی قید نکرده، من اینجا تو حاشیه رو این قید را گذاشتم. گرچه نادره و اینکه فقها قید نکردن به خاطر ندرتشه، اگر نه مسلما باید گفت فقها مقصودشون اطلاق نیست. که یکی از طرق ثبوت هلال اینه که آدم خودش ببینه ماهو.
اگه این دید شخص غیر متعارف بود حجته؟ یعنی یک کسی دیدش خیلی تیزه و صد نفر اومدن هیچ کدوم ندیدن، فقط این دید و به همه نشون داد هیچ که ندید، و این برای خودش اصلا حجته؟ وش که الفاظ منصرف به مصادیق متعارف است از اول تا آخر وقت که اینو میگن اینو میکش. چرا اینجا نگفتم؟ همین آخر رعای با تلسکوب هم رعاست. اگه این آدم غیر متعارف بودن در حد ترخص گفتن، با این که روایت نداره، در حد ترخص گفتن اگر کسی چشمش تیزه دیوارا رو میبینه، نه حد ترخص براش مثل متعارفه، خود اینم نیست. چرا؟ چرا؟ چون تمام مطلقات منصرف به مصادیق متعارف است. هیچ اشکال نداره. مرحوم والد ما خدا رحمت کنه همه گذشته ها رو فرمودن این دوربینا صد آمد محمد تقی بیش از صد سال فوت شده. فرمودن اون وقت که آمد محمد تقی بود بهش گفتن یه دوربینایی در اومده، اگه با اینا ماهو دیدن اعتبار داره. گفتن آمد محمد تقی همونجا فرمود با این دوربین تعیین کنن جاشو، بعد پسش کنن، اگه چشم متعارف دید اعتبار داره، اگه نه. فایده نداره. تمام مطلقات از اول تا آخر فقه تسالم فقها هست. این موردی که عرض کردم منصرف نیست که فرمودید. چرا؟ اگه دوربینو پس کرد با چشم عادی دید، بله اشکال نداره. باشه باشه، انقدر ضعیفه که با دوربین وقتی که تعیین کرد، وقتی که پس اگه چشم عادی دید دیگه دیده گیری نداره. کمک دیدش با کمک دوربین نید، دوربین مقدمه این دید را درست کرده، اما رعا شد، رعا متعارف بود، گیری ظاهرا نداره. میدونم، اما بعدش که دوربین را پس کرد چشم متعارف دید یا نه؟ چرا 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 گاهی انقدر ضعیفه؟ آخه نمیدونه کجاست، تو این صفحه مغرب نمیدونه کجاست. با دوربین جاش که تعیین شد با چشم متعارف اگه دیده شد، حرف خوبه، یعنی منطبق با فرمایش فقه هاست تو جاهای دیگه ای فقه. اگه غیر متعارف ده نفرم شد حتی برای خودشون فایده نداره. چرا؟ از لین باید همه جا متعارفه، از اول تا آخر. کلمه متعارف، تعارف، شاید تو هیچ روایتی نیامده باشه، اما تسالم فقها برش هست. چرا؟ چون مطلق اطلاقش مصادیق غیر متعارف را نمیگیره، چون ظواهر حجته، ظهور نداره در شمول مصادیق غیر متعارف. و یه وقتی من چند تا مثال زدم، ده ها مثال تو فقه هست، خود جواهر شما ببینید کلمه متعارف، کلمه تعارف چقدر آورده، یه دونش روایت نداره. چرا؟ چون ظهور نیست. اما همینه، درست همینه. اگر چرا اشکال نداره اونجا؟ اونجا میدونم، مگر در حد ترخص ندرت وجود نی، اکثر نمیبینن دیگه دیوارای شهر رو، این میبینه، اکثر از اون شهر رو نمیشنون، این میشنوه، فرق نمیکنه ظاهرا. برای خود جماجت نیست. نه، عرض کردم فقها دارن اینا در حد ترخص که شخصی که میخواد مسافرت کنه از اونجا دیگه روزش رو میتونه بخونه بخوره،
اگه نماز خواست بخونه باید شکسته بخونه که هنوز به سفر نرسیده اما داره میره. این نوشتن اگه چشمش غیر متعارفه برای خودش هم این رؤیت حجت نیست. یقین حاصل میشه به رؤیت، اما رؤیت غیر متعارف حجت. بله. بله. یعنی به حکمت و المواعظه الحسنه جایز نی غیرش. نمیخوام بگم انحصار داره، فقط اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قطعا، امیر المؤمنین صلوات الله علیه قطعا هزارها نصدها حد الهی را تعطیل کرده. پیغمبر خدا در منافقین که منافقین هزارها بودن. حالا نمیخوام تمسکم اون روایت بگم که بگن اشکال سندی داره. هزارها بودن. روایت داره در کافی حضرت صادق صلوات الله علیه فرمودن در قصه نماز پیغمبر خدا بر جنازه عبی 1000 تا از منافقین برگشتن از نفاق. اینا مگه چقدر بودن که 1000 تاشون برگشتن؟ معلوم شه هزارها بودن. پیغمبر یه دونه از این منافقان حد نزدن با اینکه همشون مستحق حد بودن. امیرالمؤمنین اینایی که باشون جنگ کردن سب امیرالمؤمنین میکردن، تکفیر میکردن امیرالمؤمنین رو، راستی اومده بودن اگه دستشون برسه بکشن امیرالمؤمنین رو، مثل ابن ملجم. ابن ملجم تونست بکشه، اونا نتونستن بکشن. اینا حد برشون نبود، امیرالمؤمنین بر یکیشون حد وارد نکردن. این ازش استفاده نمیشون، عمل معصوم مثل قولش حجته دیگه، باید از این قبیل نباشه. نمیخوام بگم قید امر به معروف نهی از منکره که الا اونجور باشه که بگم مفهوم داره، نه. لحن تون حکمت، نه حکمت معناش این نیست که الا لحن نرم باشه. موعظه حسنه چیز دویمه، بالحکمه ول واو بعد و قبلش با هم فرق میکنه عطف. نه نمیخوام بگم تندی نمیخواد، اما تندی در حد حکمت. بله. بله 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 شما اگه در حد ترخص خونه ها رو دیدید براتون حجته، اما کسای دیگه نمیبینن ها، یعنی چشم شما تیزه غیر متعارفه، برای خودتون هم حجت نمیبینید. همه فقها ها میگن این هم یعنی غیر متعارف. عرض کردم می از اول تا آخر فقه جواهر ببینید، کتب فقه شیخ انصاری رو ببینید، کتب شیخ طوسی رو ببینید. تو کتب شیخ طوسی اینا کلمه متعارف یا نیست یا کمه، تو این متأخرین بیشتر هست. ببین همه جا میگن متعارف ملاک، اما متعارف عینه ما یخالف. لیش غیر ما شافه؟ یتمین هذا غیر متعارف. لا لا يعني اذا ميت واحد كانوا بس هو شاف وراول الاخر الاخر لا يتبين أنه هذا غير متعارف. يتبين أنه غير متعارف، لازم يحرز أنه متعارف، لأن المطلقات هالشكل اللي يقولون منصرف. حتى أنا شفت أخيرا بعض المراجع المعاصرين الموجودين في كتابه يصرح في مسألة لم يصرح الفقهاء الآخرين بذلك، يقول لازم يكون متعارف. ليش هذا منين أجى؟ لا حتى بالنسبة إلى موحجة لا. قلت الفقهاء عندهم هذا، إذا شخص إيده صغيره وجهه متعارف، هذا بمقدار إيده يغسل يو لا أزيد من إيده،
وإذا إجت كبيرة هواية الوسطى والإبهام إلى الأذن يجي، لازم يغسل للأذن؟ لا، حتى هو إلى مو حجة، حتى أولى. چی؟ خب آره، هیچ اشکال نداره. ها لباس بله نجسه. چرا؟ چون ذرات خون اولی که روش افتاده دیده میشه. حالا یه مثال دیگه من عرض میکنم، یک آب کر یه قطره خون توش افتاد، استحاله شد، یعنی این از بین که نرفته، این ذراتش منتشر شده، با چشم عادی دیده نمیشه. اگر یک کسی از این آب یک قدری ورداشت، یه لیوان ورداشت، با میکروسکوپ دید ذرات ها، اون اعتبار نداره. اما اون اول که افتاد اگه آب قلیل بود یا بفرما شما پارچه بود، خونجس شده، وقت نجاسته هست. اما اگر این مثال، همین مثال که عرض کردم، ذرات خون که از بین نمیره، منتشر میشه، وقتی منتشر شد میشه غیر متعارف، هیچ اشکال نداره، چون اطلاقات ظهور نداره شمولش لمصادیق غیر متعارف، لفظ مطلقه، اما ظهور حجته. بله نه، اگر با میکروسکوپ دید ذرات خون رو لباس هست، این معناش اینه وقتی که خون افتاده رو این لباس نجس شده، وقتی نجاست هست. اما بگید یه مثل کر آب بگید که نجس نشده. ها؟ چی؟ در لباس آها، اما در کر آب نه، نمیگم اینو، نه میگم یه مثالی بزنید که نجس نمیشه. اما اگه آب قلیل بود یه ریزه خون توش افتاد، اینو فقها دارن ما لا یدرکو به طرف، یعنی چی؟ یعنی طرف متعارف دارن، اگه افتاد نجس میکنه. یعنی یه لیوان آب، یه ذره خونی که با چشم میکروسکوپ دیده میشه، فقط با چشم متعارف دید، طرف یعنی چشم، لا یدرکو به طرف، تو یه لیوان آب یه ریز خون که اونقدر کمه و کوچیکه که با چشم عادی دیده نمیشه، این اگه افتاد توی لیوان آب، چون این کرنی، بله نجس میشه، متنجس میشه. فقه هم دارن این را، لا یدرکو به طرف، این تعبیر رو دارن از متقدمین و متأخر. اون در کر رو جاریه. اگر نه، اگه تو یه لیوان آب یه ریزه خون افتاد، بعد رنگ و طعم و لون ایناش همش رفت، این لیوان آب نجسه. بحث خود لباسه که میشورن، بعد از اینکه ازاله نجاست شد و شستن، زیر میکروسکوپ یه چیزایی پیدا میشه، هیچ اشکال نداره. بله، اون چه فرقه؟ اون فرقش همینه، این شستن مونده باز باقی، نه طاهر شد. آخه وقتی که این لباس را با آب شست طاهر شد، این بعضی گل بولای سفید و سرخ، اگر که اینا خونه دیگه، اگه با میکروسکوپ تو این لباس، نه اونجا میگم اشکال ندار. ما هست، ما نحن اتباع دلیل به نتیجه، در هیچی این عقلیه، این عقلیه. بله ای 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 ها، اذا شرط صاير بانه هذه الدار 50 مليون ومنط عربون 5 ملايين، واشترط انه اذا البائع او المشتري ايهما بطل، العربون يروح، ليش المؤمن عن يشرطهم لا يشمل؟ هذه المسألة مذكورة ومحل خلاف بين الفقهاء هذا. أما كبحث علمي، ليش المؤمن عن يشرطهم لا يشمل هذا؟ مسألة
ماكو فرق، ماكو فرق. المؤمنون عند شروطهم إطلاق عليه يشمل هذا الشرط. بعض الفقهاء قالوا لا، عند شروطهم في المعاملة. ليش إطلاق أكو هذا؟ يعني يقول معاملة ما صايرة، عربون يعني معاملة ما صايرة. ليش؟ على كل هذا محل خلاف. بله. همین اگه شرط شد که هر کی نه به همزد، چه چون نتونست چه میتوانست به همزد، چون در عربونا گاهی شرط میکنه، میگه دیگه عربونا باید بره از دست. اگه شرط کرد چرا المؤمن هم نشروط هم نگیر؟ اما اگه شرط نکرد نه. چی؟ اگه شرط اونو بحث دیگه است، قابل شده. سلام علیکم و رحمت الله. أنا هذا مكرر ذاكرة. المرحوم الشيخ الأنصاري عنده فد رسالة تقية، يقول التقية مثلها مثل بقية الأحكام، قد تكون واجبة قد تكون محرمة. التقية يعني إظهار الحق يصير واجب، قد تكون مستحبة التقية، قد تكون مكروهة، قد يتساوى الطرفين، يعني يكون مباحة، يعني له الحق أن يتقي وله الحق أن لا يتقي، والموارد تختلف. همینه که اگه شرط نکرد برمیگرده، آها. اما اگه شرط کرد نه، از بین میره، چون المؤمن عند شروطه میگیرتش، اطلاق داره. وقتی که طرفین قبول کنن بله، چرا نه، شرط دیگه. چی؟ نه نه نه، اما اگه کاغذ رو طرفین ولو ارتکازن قبول دارن، آره دیگه. اگه مطلع نیست نه، فایده نداره. این گفت نمیدونستم. حالا که ادعا حالا مسئله دیگه است. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا بقية الله، يا صاحب الأسر والزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك. أي شهريار دل نواز، یار و معین و چاره ساز، دارم به تو روی نیاز، یا حجت ثانی عشر، یا حجت ثانی عشر. ای مایه آب حیات، ای حامی دین و صلات، ای کشتی بحر نجات، یا حجت ثانی عشر، یا حجت ثانی عشر. بنگر محبان را غمین، زار و پریشان و حزین، از ظلم و جور ظالمین، یا حجت ثانی عشر، یا حجت ثانی عشر. ای سید و سالار ما مهدی جان،
ای نائب آل ابا، ای معدن جود و سخا، یا حجت ثانی عشر، یا حجت ثانی عشر. از هجر تو ای شهریار، دلها پریش و داغ و دار، سوی محبین کن گذار، یا حجت ثانی عشر، یا حجت ثانی عشر. ای عندلیب خوش بیان، یک دم نما خود را عیان، شد گلستان دین خزان، یا حجت ثانی عشر، یا حجت ثانی عشر. بن ما قیام ای مستعان، از بحر اصلاح جهان، فریاد ما رس الامان، یا حجت ثانی عشر، یا حجت ثانی عشر. شیعه گدای کوی تو، چشم امیدش سوی تو، تا این که بیند روی تو، یا حجت ثانی عشر، یا حجت ثانی عشر. شب شنبه تعلقش روز شنبه به حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله، آخرین دقایق عمر با برکت، سر روی دستان مولا علی، فجاء الحسن والحسین علیهما السلام یصیحان و یبکیان حتی وقعا علی رسول الله صلی الله علیه و آله. آقا خواست بچه ها را از روی سینه جدشون بردارن، فرمود یا علی بگذار اونها باشن، من ببویم اونها را، ایشان من را ببویم، من از اونها توشه بردارم، اونا از من توشه بردارن، من میدونم به همین سودی به این دو دردانه من ظلم میکنن، هر دو رو میکشن. قربان دل سوختت یا رسول الله، میخوام عرض کنم یا نبی الله، شما واپسین لحظات دو گل دست روی سینت نشسته بودن، اما کربلا حسین شمر روی سینه حسین صلی الله علیکم. یا اهل بیت النبوه، محضر نورانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهم اجمعین، صلوات. Yeah.